سلام و یاد خدای بزرگ و مهربان و با سلام و عرض ادب خدمت بینندگان عزیز محترم نشست گفتگوهای فرهنگی. در این نشست در خدمت شما هستیم. بحثی درباره نقد و فرهنگ. همونطور که استثنا داریم در هر یک از نشست‌ها حوزه فرهنگ رو با توجه به یک محور یا یک موضوع مشخص مورد بررسی و بحث و کنکاش قرار میدیم. در این نشست با شما هستیم همراه با جناب دکتر ریختگران متخصص فلسفه و همکار عزیزم جناب آقای دکتر پاینده متخصص حوزه نقد ادبی و بنده هم که طبق روال همیشه از همون حوزه انسانشناسی و مطالعات فرهنگی در خدمتتون خواهم بود و امیدوارم که این نشست مورد توجه شما قرار بگیره. اگر همکاران اجازه بدن من بحث رو با یک مقدمه کوتاهی در مورد به اصطلاح نقد آغاز بکنم و بعد انشالله گفتگو رو با هم ادامه خواهیم داد. مسئله نقد و نقادی به مثابه یکی از ارکان اندیشه معاصر و دنیای امروز در نه تنها دانشگاه و اجتماعات علمی و حوزه‌های فکری و هنری و ادبی، بلکه در حوزه گفتمان عمومی، یعنی اون جایی که رسانه‌ها، مطبوعات، رادیو، تلویزیون، ماهواره‌ها، اینترنت و به طور کلی حتی در محاورات و گفتگوهای روزمره مردم نقد کردن از یک شأن و مرتبه والایی برخوردار است. اهمیت نقد در واقع در گفتمان عمومی بیشتر معطوف به این هست که مردم از طریق اندیشه انتقادی، پرسش کردن، تجزیه تحلیل کردن و به اصطلاح به چالش کشوندن برخی از امور به نوعی مشارکت میکنن در تعیین سرنوشت خودشون و مشارکت میکنن در حوزه فرهنگ و زندگی اجتماعی و ایده های خودشون، خواسته های خودشون و به طور کلی دیدگاه های خاص خودشون که برخواسته از تجربه زیسته، تجربه فرهنگی، تنوع فرهنگی تاریخشون هست رو ابراز میکنن. بنابراین مسئله نقد و نقادی یک مسئله نیست که فقط به حوزه ادبیات یا هنرها اختصاص داشته باشه، این بگیم نقد ادبی، یا یک مسئله نیست که تنها به حوزه فلسفه اختصاص داشته باشه، بگیم اندیشیدن انتقادی، یا حوزه علوم اجتماعی و اندیشه انتقادی حوزه اجتماعی، بلکه یک مسئله عمومی است. اما در عین حال نقد ادبی، نقد فلسفی و نقد علمی در علوم انسانی و اجتماعی همه در خدمت این هستن که انسان امروز بتونه با جامعه خودش وارد گفتگو بشه و یک ارتباط فعالانه، پاسخگویانه، مسئولانه، مشارکت‌جویانه رو برقرار بکنه. اما خب چیزهایی که در باب فرهنگ نقد و اندیشه انتقادی وجود داره به خصوص در مورد جامعه ما، اغلب این هست که جامعه ما جامعه‌ای که از یک طرف دیده میشه که نق زدن، غر زدن، گلویی کردن، حتی چیزی که حالا من در یک جای عنوانش گذاشتم نقد سیاه، به طور غیر شفاف، غیر علنی، غیر رسمی درباره امور قضاوت کردن، در مورد آدم‌ها و افکارشون قضاوت کردن، در مورد آثار هنری و فکری حتی ارزشیابی کردن خیلی رواج داره. درست از نوع مثلا نقدهای خالزنکی که پشت سر همدیگه در واقع حرف می‌زنن. اما اون چیزی که نقد مولد و سازنده است، یعنی منجر به این میشه که یک اندیشه انتقادی تولید بشه و کاسبی‌ها یا ایرادهای یک اثر یا یک تفکر آشکار بشه، یا یک امر اجتماعی یا یک تصمیم سیاسی یا یک برنامه در واقع مورد ارزیابی قرار بگیره، اون اتفاق نمیفته. به همین دلیل گفته میشه که ما یکی از مشکلاتمون مسئله توسعه نیافتگی فرهنگ نقده. به هر حال من به عنوان انسانشناس بیشتر از واژه فرهنگ استفاده میکنم، فرهنگ نقد، یعنی اون مجموعه ارزش‌ها، باورها، هنجارها، الگوهای فرهنگی، الگوهای عمل که زمینه کنش نقادانه، یعنی کنش ارزیابانه، کنشی که سر از ناصر رو تفکیک میکنه، خوب از بد رو، زشت از زیبا رو، کم از زیاد رو و به طور کلی به ما این امکان رو میده که یک نوع ارزیابی راجع به کم و کیف حالا یا یک عمل یا یک فکر یا یک اثر رو داشته باشیم. گفتم که جامعه ما با این چالش روبرو هست. من فکر می‌کنم حالا برای اینکه گفتگو شروع بشه از این بحث شروع بکنیم که خود نقد چیست و بعد برسیم سراغ سنت‌هاش و وضعیتش که جامعه خودمون تو حوزه‌های مختلف، حالا آرت فیکشن، حوزه نقد ادبی تخصصیم و از طرفم که تو حوزه فلسفه هستیم، منم که تو هم حوزه علوم اجتماعی و انسانشناسی طرف خودم رو ان شاءالله ادا خواهم کرد. اگر موافق هستیم با همین موضوع که نقد چیست و چیستی اون بحث شروع بکنیم تا ان شاءالله به ابعاد دیگه اون به تدریج برسیم. حالا هر کدوم از دوستان و همکاران عزیز مایل هستن بحث شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم پیرو پیشنهاد حضرت عالی از یک تعریف کلی در خصوص چیستی نقد آغاز میکنم، اما بیشتر مایلم این تعریف رو ببرم تو حوزه مطالعات ادبی و اون رو قدری سعی کنم تدقیق کنم. به اعتقاد من نقد یه جور تفحص درباره چند و چون یک موضوع یا یک پدیده است، تفحصی که هیچ چیز رو علی‌الابد مفروض تلقی نمی‌کنه، بلکه با نگاهی چالشگرانه دست به ارزیابی مجدد، سنجش مجدد و بررسی همه جانبه میزنه. اما در حوزه مطالعات ادبی شاید به طور دقیق‌تر بشه گفت که نقد ادبی یعنی تفحص درباره چگونگی الغای معانی تلویحی یک متن بر اساس نظریه‌های ادبی. اینجا فرض بر اینه که متن طیفی از معانی رو الغا میکنه به طور غیر مستقیم و منتقد ادبی کارش بحث درباره این معانی و اینکه این معانی با کدوم شگردهای ادبی، با کدوم تمهیدات، آرایه‌ها و صناعات به خواننده القا شدن هستش. من فکر میکنم اگر از این منظر بخوایم نگاه بکنیم، اون وقت باید بگیم که در واقع نقد ادبی پیشینه بسیار بسیار طولانی داره، چندان که میشود گفت حتی بیش از 300 سال پیش از میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام در مجادلاتی که بین ارسطو و افلاطون در خصوص ماهیت ادبیات و کارکرد ادبیات و اساساً لزوم ادبیات پیش آمد، نطفه های تفکر نقادانه راجع به ادبیات شکل گرفت. برگشتن به اون خواستگاه های ابتدایی اولیه نقد ادبی شاید تا حدودی پرتو افشانی بکنه بر این نکته که نقد ادبی از راه مجادله به وجود آمد، نقد ادبی از راه تشکیک در درستی گزاره ها شکل گرفت. همچنان که میدونیم افلاطون در رساله معروف آیون و همچنین در جمهوری در خصوص ضرورت وجود شعر در جامعه ابراز تردید میکنه. شعر چه کار کردی داره؟ شاعر از چه نظر برای جامعه ضروریه؟ شما اگر جامعه رو در نظر بگیرید بدون قاضی اموراتش نمیتونه به طور سامانمند پیش بره، برای اینکه وقتی اختلافی بین آحاد جامعه پیش میاد کسی در جایگاه قضاوت باید داوری بکنه. یا جامعه بدون طبیب با مشکلات زیادی روبرو میشه، جامعه بدون سرباز در مواقعی که تهدید خارجی هست با دشواری روبرو میشه. اما جامعه آیا بدون شاعر میتونه همچنان وجود داشته باشه؟ افلاطون معتقده که وجود شاعر تقریبا زائده، مگر اینکه شاعر آرا و اندیشه های حکومت رو توجیه بکنه و سهه بگذاره. چنین شاعرانی البته بودنشون ضرر نداره. من قصدم اینجا اصلا و ابدا تشریح یا تبیین فلسفه افلاطون درباره هنر نیست. میخوام بر این نکته تاکید بگذارم که این شاگرد افلاطون یعنی ارسطو بود که اتفاقاً ابراز تردید کرد در مورد صحت این گزاره ها. بهترین شاگردان اون کسانی نیستند که راه استاد رو ادامه میدن، برخلاف اون چه که در فرهنگ ما تلقی میشه. شاید برجسته ترین شاگردان آن کسانی باشند که با دیدگاهی انتقادی راه استاد رو ادامه میدن، اون رو به طور دیالکتیکی تکمیل میکنن. ارسطو از مقوله چنین شاگردانی بود با نوشتن اولین کتاب در زمینه نقد ادبی که الان در قرن 21 همچنان شما هر سال اگر به نمایشگاه کتاب بین‌المللی تهران در اردیبهشت ماه برید، من یقین دارم که خواهید دید که همچنان ناشران برجسته غربی در حال تجدید چاپ کتابی هستند که 300 سال پیش از میلاد عیسی مسیح علیه السلام نوشته شد. یعنی کتابی که ترجمه شده است به فن شعر، اما من اعتقاد دارم شاید ترجمه دقیق‌تری برای اون شعر شناسی باشه. عنوان اصلیش میدونید پوئتیکس هستش. اونجا ارسطو اساساً با دیدگاهی انتقادی در صحت دیدگاه‌های استاد خودش تردید میکنه و منظر کاملاً جدیدی رو درباره ادبیات باز میکنه. تراژدی رو که یکی از شکل‌های غالب آفرینش هنری و ادبی در زمانه خودش بود، از یک منظری نگاه میکنه که خیلی نزدیک میشه به دیدگاه‌های روانکاوانه. و خلاصه مطلب، ارسطو استدلال میکنه که اتفاقاً خواندن یک اثر ادبی یا رفتن به یک تماشاخانه و دیدن یک تراژدی تأثیرهای عمیق بر روان مخاطب داره، تأثیری که او اسمش رو میگذاره روانپالایی یا کفاسس. و بنابراین اتفاقاً شعر و هنر ضروریه برای جامعه و آحاد جامعه. خب از اینجا نقد ادبی در واقع شکل گرفت. من از صحبت شما یک نکته رو به ذهنم رسید، این که شاید بهتر بود اصلا بحث رو از همینجا شروع می‌کردیم که چرا باید به نقد توجه کنیم و اهمیت نقد چیست، که حالا من قبل از اینکه آقای دکتر رشتگان هم بحث خودشون رو بخوان ارائه کنن، اجازه این کوتاه به این اشاره کنم. ببینید، نقد همونجور که شما توی تعریفش در حوزه ادبیات گفتیم که نقد به ما کمک میکنه، اولین کارکرد نقد اینه که کمک میکنه معانی تلویحی و پنهان در متن و متون رو بشکافیم و بازشناسی کنیم و بازیابیم. به عبارت دیگه، بدون داشتن یک رویکرد منتقدانه به یک فیلم، حالا به مثلا یک هر گونه متنی، اما از یک فیلم سینمایی، یک سریال تلویزیونی، یک متن ادبی شاعرانه، رمان یا شعر، یا به اصطلاح یک متنی که تو روزنامه می‌خونیم، یک خبر خیلی ساده، ما نمی‌تونیم معانی به اصطلاح مستتر در اون متن رو بهش پی ببریم و اونها رو در واقع بشناسیم. ما فقط می‌تونیم با رویکرد توصیفی و عادی خودمون تنها لایه‌های سطحی و ظاهری در واقع متن رو دریابیم. لایه‌های پنهان‌ترش مستلزم اینه که یک نگاه به تعبیر شما تشکیک‌آمیز، تردیدآمیز، یک نگاهی که از پیش تصمیم گرفته وقتی که اثر رو میخونه درباره این اثر پرسش‌هایی رو طرح بکنه. آیا به درستی این چیزی که میگه صحت داره؟ آیا بدیل‌ها و جانشین‌های دیگه‌ای برای این گزاره وجود نداره؟ آیا این گزاره قادر در مقابل گزاره‌های دیگه‌ای که بدیل او هست مقاومت بکنه؟ و به طور کلی یک روحیه پرسشگرانه داشتن همراه با اینکه میخواد تشکیل کنیم، این اولین کارکرد نقد هست. نقد ما کمک میکنه تا ما بفهمیم، یا بهتر بفهمیم و عمیق‌تر بفهمیم. به اعتقاد من کارکرد دومش اینه که نه تنها ما را در فهم آنچه که هست کمک میکنه، بلکه به ما کمک میکنه تا یک فهم جدیدی هم تولید بکنیم. چون مواجهه انتقادی یک مواجهه خلاقانه است، مواجهه است که منجر به این میشه که نه تنها ایده طرف گفتگومون رو، حالا یک اثر یا یک فردی هم باش گفتگو کنیم، بفهمیم، بلکه یک ایده جدید رو بسازیم و خودمون صاحب ایده بشیم، به جای اینکه فقط یک فرد مخاطب باشیم یا مصرف کننده باشیم یا ارتباط پذیر باشیم، بلکه یک فردی که این ارتباط گیریم و ارتباط برقرار میکنیم و توی ارتباط هم مشارکت میکنیم. این دومی کارکردی که به نظر من نقد را اهمیت میده، به جهت اینکه شما توی یک دیالوگ، یک گفتگو با یک اثر به یک فرد مولد و خلاق تبدیل میشید. نکته سوم که به نظرم خیلی مهمه این هست که ما به تنها و تنها از طریق نقد هست که میتونیم مرزهای دانش رو، مرزهای فکر رو، مرزهای عمل رو حتی توسعه بدیم، به پیش ببریم. چرا؟ چون از طریق نقد که ما میتونیم از طریق اون ارزیابی روشمند، ارزیابی عامدانه و خلاقانه هست که میتونیم کمک بکنیم که تکمیل بکنیم یک ایده رو، کاسیهاش رو بازشناسی بکنیم، آشکار بکنیم و موانعی که در راه اون ایده هست رو آشکار بکنیم، نیمه‌های خالی رو ببینیم و عملاً اهمیت بدیم به یک ایده. چون ایده ها تا زمانی که در مزان شک و شبهه و تردید قرار نگیرن، چون چرا نشن، پرسش نشن، وارد گفتگو نمیشن و تا زمانی که وارد یک جریان گفتگویی نشن اهمیت پیدا نمی‌کنن. وقتی که ما وارد یک بحثی رو، یک ایده رو، یک حرف سخن رو به چالش میکشیم، اونجاست که داریم بهش توجه میکنیم و وقتی توجه میکنیم به ایده ها، اونجاست که ایده ها اهمیت پیدا میکنن. بخشی از اون گرمی و رونقی که گفته میشه فضای علم و ادبیات و حالا دیگه گفتگوهای عمومی تو رسانه ها و اینها، بخش مهمش منوط به اینه که عده‌ای به اونها توجه کنن و توجه کردن راهش در واقع پرسش کردنه. این نیست که بخونن، ممکنه که یک کتابی، یک مطلبی، یک چیزی بارها خونده بشه ولی تا زمانی که کسی دست به قلم نبره و در مورد اون چیز ننویسه یا اون رو از طریق رادیو یا تلویزیون در یک ارتباط عمومی به چالش نکشه، عملاً اون ایده اهمیت خودش و جایگاه خودش رو در فضای فرهنگی اجتماعی به دست نیاورده. بنابراین من تصور می‌کنم که ما شاید، حالا شما البته تو بحثتون بود که رابطه‌های شاگرد استادی از نوع رابطه‌های ستایش‌آمیز نیست، یا به عبارتی ستایش در حوزه ادبیات، من فکر می‌کنم هست، حوزه فلسفه، حوزه علم و حوزه عمومی هم، همه اینها برمیگرده به اینکه ما منتقدانه به متن‌ها و به گفته‌ها و به ایده‌ها نگاه کنیم، چون از این راه هست اون ایده اهمیت پیدا می‌کنه و منشأ اثر واقع میشه و کاسیهاش آشکار میشه، تکمیل میشه، ایده های جدید رو تولید میکنه و مبنایی برای یک گام به پیش نهادن یا یک مرزی رو در نوردن یا مرزهای هنر، ادبیات، فکر، فلسفه رو چند قدمی به جلو بردن هست. بنابراین من فکر می‌کنم این رو باید در مورد اهمیت نقد هم تو گفتمان عمومی، هم تو گفتمان دانشگاهی و ادبی و فلسفی هم با هم بحث کنیم. حالا من زیادی وقت رو نگیرم، در خدمت آقای دکتر هستیم که تا از دیدگاه‌هایشون هم استفاده کنیم. کل بحث درباره نقد وجوه مختلفی داره. یکی از وجوه اینه که به این نکته توجه کنیم که سابقه بحث خیلی طولانی نیست، یعنی اون چی که ما امروز نقد و نقادی میگیم به الفاظ در واقع کریتیک و کریتیسیزم در فرهنگ غربی بازگشت میکنه که سابقه این الفاظ و اشتهارش در عالم فلسفه به اندکی بیش از 2 قرن میرسه و نه بیشتر. یکی از نخستین مواردی که شما با آیدش با اون دیدگاه آیدش پاینده که فهمیدن حداقل حوزه ادبیات سابقه نقادی رو به ارسطو رسوندن و کتاب فن شعر یا شعر شناسی به تعبیر ایشون، این نگاه متفاوت در واقع. بله، حالا عرض میکنم شما ببینید اگر متفاوت تصمیم بگیرید. بله، عرض میکنم که یکی از نخستین موارد رواج و اشتهار لفظ کاربردی است که فیلسوف آلمانی کانت این لفظ رو به کار برده و اون رو در عنوان سه کتاب خودش قرار داده. یعنی Critique of Pure Reason, Critique of Practical Reason و Critique of Judgment که در فارسی گفتن نقادی عقل محض، نقادی عقل عملی و نقادی قوه خوک. از اونجا فلسفه کانتی به خصوص هگل این سنت رو دنبال کردن و سرانجام یک تفسیر هگلی غالب که مقصوداً تفسیر مارکسیستی است این جریان فکری رو ملحق میکنه به اون چه که در قرن بیستم از اون تعبیر میکنیم به حوزه فرانکفورت و از اونجا تفکر انتقادی و نمایندگانی مثل آدورنو، هورکهایمر، مارکوزه و در روزگار ما هابرماس پدید میاد. از لحاظ بنابراین اون چی که ما امروز نقد و نقادی میگیم کاربردی نیست که اجداد ما در قرون گذشته از واژه نقد و نقادی مراد میکردن. در واقع ما اگر به خود لفظ کریتیک التفات کنیم خب به یک ریشه یونانی بازگشت میکنه و با الفاظ کریتیکان و همچنین لفظ سرتن در انگلیسی هم ریشه است. لفظ سرتن که هم ریشه بودنش و مناسبتش با لفظ کریتیکال یه معنای بسیار خوبی رو برای ما روشن میکنه. یکی از معانی کریتیکال معنی بحرانه و بحرانیه و این اصطلاح پزشکی است. اصطلاحی است که در طب سینایی به کار رفته و در طب غربی هم به کار میره. امروزه هم پزشکان وضعیت کریتیکال بیماری رو وضعیتی میدارن که بیمار از حالت یک نواخت خارج میشه. تصور بفرمایید بیماری است که بیماره، شخصی است که بیماره و وضعیت ثابت و یک نواختی داره و احتمالاً بستری هم هست ولی که وضعیت کریتیکال نداره. به محض اینکه وضعیت کریتیکال شد یعنی وارد وضعیت بحران شد معمولاً تیم‌های پزشکی در واقع بسیج میشند، خبر میکنن هم دیگر رو. بیماری که به وضعیت کریتیکال میره، به وضعیت بحران میره، دو حالت پیش رو داره، یا میمیره و یا خوب میشه، بهبود پیدا میکنه مطلقا، ولی دیگه از وضعیت عادی و معمولی خارج شده. بنابراین کریتیک یه مناسبتی داره با بحران. این نکته است که ابتدا من میخواستم روشن بکنم. نکته دیگر این است که سنت کریتیک، سنت نقد با سنت در واقع اصالت تاریخ، هیستوریسیزم مناسبت داره. یعنی تلقی که یک قوم از تاریخ داره این فوق‌العاده مهمه. ما امروزه می‌بینیم که در میان اقوام بشر این تلقی متعارف از هیستوریسیزم، از اصالت تاریخ، یک تلقی مغربی است. یعنی اقوام سابق، یعنی هند باستان، چین باستان، ایران باستان، تلقی از هیستوریسیزم به این گونه نداشتند. الان شاید مجال نیست و مناسبت نداشته باشه که ما مثلا تلقی هندوها را از تاریخ بیان بکنیم. این که همه چیز در گذره، همه چیز در تغییره و همه چیز مورخ است به یک زمان تاریخی. این یه تلقی غربی است. از طرف دیگر بودن فلسفه و سنت آنچه که فیلسوفیا گفته میشه، این برای پیش آمدن نقد و سنت کریتیک لازمه و ما میدانیم که از میان اقوام بشر فقط قوم یونانی و قوم آن سوی یونان یعنی اروپا و آمریکاست که سنت فلسفه یعنی فیلسوفی داشتن و دارن. هیچ قومی فلسفه نداشته. چینی ها فلسفه نداشتن، هندی ها فلسفه نداشتن، ایران باستان فلسفه نداشتن. اگر هندوها تعبیر درشنه به کار میبرن، مقصود دیدگاه های فکری است. هایدگر فیلسوف آلمانی این نکته رو خوب نشان داده که این یک اتفاق جغرافیایی نیست که فلسفه در یونان حادث شده. فلسفه با ذات یونان مناسبت داره، یعنی فلسفه اساساً غربی است. بنابراین ما باید در ذیل تاریخ غربی وجود قرار بگیریم. هیستوریسیزم اصالت پیدا کنه، فیلسوفی اصالت پیدا کنه، مدرنیته اصالت پیدا کنه، سنت دیسکورس اون چه که امروز در جامعه ما میگن گفتمان نهادینه بشه و این اینترتکچوالیتی که فلسفه پست مدرن میگن، نمیدونم چه باید ترجمه کرد، علم مسئولیت. بله، این سنت باید قوت بگیره تا برایند همه اینها پیش آمدن یک سنت انتقادی باشه. حالا از اینجا اتفاقا من میخواستم یه موضوعی بزنم به همین بحث. من فکر کنم ایشون یه اشاره داشتن به این که تاریخ نقد رو و نقادی رو به تاریخ مدرنیته در واقع پیوند زدن و اصلا من هم از یک دیدگاه موافق همین هستم دقیقاً که به هر حال فضایی که دنیای مدرن ایجاد کرد پرسش‌های بنیادین رو فرا روی انسان غربی نهاد و باعث شد که بتونه به اون بنیادها با یک دید متفاوتی نگاه کنه. در مورد چیستی انسان، ارتباطش با طبیعت، ارتباطش با جهان متافیزیک و ماورای طبیعه، ارتباطش با خودش و با محیط اجتماعی در واقع، و اینها در همه باعث شد که اون برای یک لحظه شاید در اون وضعیت بحرانی که شما اشاره کردید خودش رو احساس بکنه. یعنی ناخودآگاه ذهن بشر درگیر مجموعی از بحرانها شد که لازم یا بیمارست میمرد یا برای ادامه بقای خودش باید پرسش میکرد و سوالهای جدید و بنیاداً متفاوت از پرسش‌های گذشته رو مطرح میکرد. منطقه خود آیدسته در واقع به یک معنا بازگشتن به زمینه‌های اجتماعی که باعث شد، زمینه‌های البته معرفتی و اجتماعی که باعث شد اندیشیدن به شیوه انتقادی کریتیکال تینکینگ در واقع به وجود بیاد. مثلا من قبل از اینکه شما به اون نکته خودتون بپردازید که آیا واقعا شما بچه اساسی رفتید پیش از میلاد و آیا شد خب توضیح بررسی، من تصور میکنم که چند تا چیز ما باید از هم تفکیم، هم جای خودمون الان ارزیابی بکنیم، هم به لحاظ تاریخی و اجتماعی در واقع یک مبنایی برای سنت و نحو تفکر انتقادی ایجاد بکنیم. اون چند تا چیز اینه. یکی این که بین تفکر تحلیلی و بررسی هایی که انجام میشه در مورد یک موضوع با تفکر انتقادی به صورت تمایزی قائل بشیم. ما همواره در طول تاریخ همه فرهنگ ها جامعه‌ای که تاریخ مکتوب دارن و یک میراث فرهنگی رو دارن بررسی های مختلفی داشتن. مثلا در جهان اسلام خب جغرافی دانان ما، مورخان ما، سیاحان ما و فقها و ادبای ما و همچنین پیش از اسلام ما به طور گسترده‌ای متنها و بررسی‌های مدون و مکتوب داریم که این بررسی‌ها بعضیشون هم از جنس تشکیک کردن و پرسش کردن اینهاست. مثلا ابوالحسن علی ابن حسین مسعودی در کتاب مروج الذهب خودش در همون ابتدا 81 کتاب تاریخی رو نام میبره و بعد نقده هایی که به این کتاب ها داره رو اشاره میکنه، توضیح میده، یعنی به یک روش عقلی شروع میکنه به توضیح که این کتاب های تاریخی که نوشته، تاریخ عمومی هایی که نوشته، چون کتاب خود کتاب مروج الذهب کتاب تاریخ عمومی در واقع چه اشکالاتی رو دارن. حالا بعدها ابن خلدون میاد کتاب به اصطلاح مقدمه رو مینویسه که البته مقدمه سری کتاب تاریخ بزرگتر و اونجا در واقع نقد هایی که مسعودی هست و معلم خان دیگه باز به شیوه عقلی مورد انتقاد و تشکیک قرار میده. در این دلیل ما بررسی هایی که حالا حداقل با توجه به مثال جامعه خودمون دارم عرض میکنم در حوزه تاریخ یا حتی مثلا در اون کتاب 4 مقاله عروضی نظامی، اونجا هم باز ما نمونه های از بررسی های ادبی رو داریم و حالا نمونه های دیگه. به همین دلیل ما هم حتی توجه فلسفه هم همینطوره، ما بررسی های فلسفی رو میتونیم ردیابی کنیم در حکمای به اصطلاح پیشین خودمون، حکمای مسلمان، حالا مثل فارابی یا مثل ابوریحان بیرونی و خیلی های دیگه که شناخته شده هستن. یعنی میخوام بگم ما باید یک جایی بین تفکر تحلیلی یا انجام بررسی ها و تفکر انتقادی مرزی رو تعریف کنیم. اگر قائل به این باشیم که نقد در واقع در دنیای مدرن شکل گرفته و از الزامات و اقتضاعات دنیای مدرن بوده با توجه به اون وضعیت بحرانی که جامعه مدرن پیدا میکنه و میاد و ما رو وادار میکنه به اینکه انتقادی بیاندیشیم. یکی این نکته، دیگه این که من تصور میکنم که وقتی که از تفکر انتقادی صحبت میکنیم، تفکر انتقادی بیشتر معطوف به فرد و روشی که یک فرد باید بیاندیشه، اون روش حالا تکنیک هایی که برای نقد وجود داره یا باورهایی که او درونی کرده و به او اجازه میده نقد بکنه. اما وقتی از اندیشه انتقادی صحبت میکنیم، داریم در مورد محتوای یک تفکری صحبت میکنیم که اون محتوا منتقدانه است، یعنی یک نوع ارزشیابی تو خودش داره، یک نوع تشکیک و شبهه و به اصطلاح به پرسش کشیدن رو به چالش کشیدن رو خودش داره. کار شما اشاره کرد مثلا مکتب فرانکفورت یک نوع اندیشه انتقادی است، یا حتی مارکسیسم در کلیتش یک نوع اندیشه انتقادی است که حالا خود در واقع مکتب فرانکفورت یک نوع مارکسیسم هست، یا حتی نهله‌های تفسیری و هرمنوتیک در حوزه فلسفه باز یک نوع اندیشه انتقادی هستند. حتی اندیشه های کانت و دکارت اینها همشون در واقع حوزه نمیشه گفت اندیشه های انتقادی هستند. به همین دلیل وقتی که از اندیشه انتقادی صحبت می‌کنیم چیزی متفاوت از انتقادی اندیشیدن به مطابق یک روشی که فرد اتخاذ میکنه. بعد سوم که متمایزه به نظر من بعد نقد و نقادی. نقد و نقادی غیر از اندیشیدن انتقادی و غیر از اندیشه انتقادی. نقد و نقادی اون فرهنگ، اون ساختارهای اجتماعی و تاریخی است که امکان تولید اندیشه انتقادی یا امکان اینکه فرد بتونه به شیوه انتقادی بیاندیشه رو فراهم میکنه. خب ما وقتی در مورد جامعه ایران میخوایم صحبت کنیم، جامعه خودمون، ما در واقع با این دو تا پرسش مواجه میشیم که یک، پرسش اول این که آیا ما در واقع اصلا بررسی های ادبی یا بررسی های فلسفی نداشتیم یا اینکه داشتیم ولی انتقادی نبودن. دو، اینکه بین نقد، تفکر انتقادی و انتقادی اندیشیدن ما با کدومش بیشتر مشکل داریم. من تصور میکنم تو جامعه ما هم نمونه های از اندیشه انتقادی رو بتونیم پیدا بکنیم. این در شرایطی که ممکنه فکر کنیم تو حوزه فرهنگ نقد مشکل داریم. به همین دلیل میخوام بگم این بحث تاریخ خیلی مهمه، چون زمینه اجتماعی رو هم با سابقه هم در خدمت شما هستیم که به این پرسشی ها دیدگاه متفاوت مطرح کردن بپردازیم. متشکرم. عرض کنم که من اصلا تاکید بر این نکته بود که صرف پیدایش این جریان در فلسفه یونان باستان که فیلسوفی تبیینی از جایگاه یا کارکرد ادبیات و هنر به دست میده و فیلسوف دیگری با او وارد مناقشه میشه، خودش میدان دادن به ایجاد فضای فکری لازم برای تفکر نقادان است. و در واقع آنچه که من اشاره کردم در مجادلات بین ارسطو و افلاطون صرفاً خاستگاه نقد ادبی بود. این بحث همچنان ادامه پیدا کرد در طول تاریخ. یعنی هوراس هم برای مثال دیدگاه دیگری درباره ادبیات مطرح کرد. بنابر دیدگاه هوراس سرگرم کننده بودن متن ادبی یک و دوم تعلیم دهنده بودنش وجوه متمایز اون متن از سایر متونه. این خب دیدگاهیه که با دیدگاه روانپالایی ارسطو تا حدودی تفاوت داره. اما بعد از هوراس هم همینجور فلاسفه دیگه، اندیشمندان دیگه تبیین‌های متفاوتی از نقد ادبی به دست دادن و منظور من این بود که این زنجیره متوالی دیدگاه‌هایی که هر کدوم دیگری رو یا به کل نقد می‌کنن و یا تعدیل می‌کنند، خودش کلاً منجر به سنتی شد که ما حالا امروز در آستانه قرن 21 می‌تونیم بهش بگیم سنت نقادانه. مکتب فرانکفورت که آقای دکتر ریختگران اشاره کردند، یا کتاب برای مثال کریتیک اف پیر ریزن یا با ترجمه دیگری سنجش خرد ناب ترجمه شده به فارسی، اونها همه محصولات همین سنت نقادانه هستند. شما اشاره کردید به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی که ملازم تفکر نقادانه است یا میدان میده به تفکر نقادانه. و میخوام بگم که اتفاقا همون فرهنگ هم برآمده از این سنته. به این عبارت بررسی تاریخ نظریه هایی که راجع به چیستی ادبیات برای مثال مطرح شده از طرف اندیشمندان مختلف، همه مبین اینه که پا گرفتن تفکر نقادانه در گروه وجود پایه های فکری یا به تعبیر حضرت علی معرفتی منجر به نظریه و نقد هستش. از این حیث اتفاقاً دشواری که ما در ایران در تدریس نقد ادبی داریم یا در گرفتن نقد ادبی شاید حالا قابل فهمتر بشه. نقد ادبی در کشور ما پا نگرفته. ما هنوز سنت جدی نقد ادبی در مورد نویسندگان خودمون، شاعرانمون، اعم از معاصر یا کهن نداریم، به سبب اینکه لازمه های اون تفکر هنوز در فرهنگ ما متأسفانه غایبه. این به این معنا نیست که در گذشته، چنانکه شما هم به مسائلی اشاره کردیم، در گذشته هیچ کس نکوشیده در فرهنگ ما در خصوص چیستی ادبیات رساله‌ای بنویسه یا در خصوص کارکردهای ادبیات یا در خصوص نحوه سنجش آثار ادبی، اما اینها پا نگرفته. اون چه ما در گذشته داشتیم بیشتر یا معطوف به عیار سنجی بود، یعنی اینکه با کدوم ملاک ها می شود گفت متنی برتر از سایر متونه، و یا طبقه بندی آرایه های ادبی، فنون و صناعات ادبی یا صنایع بدیع و لفظی. مثلا کتاب المعجم فی معایر الاشعار رو خیلی ها در کشور ما نمونه از منابع نقد ادبی در متون کهن ما میدونن، ولی در مراجعه به اون کتاب میبینیم که مؤلف در خصوص چیستی استعاره و انواع استعاره صحبت میکنه. صنایع بدیع در واقع بررسی های ادبی هستند، تحلیل های ادبی هستند، نه نقد. اینها در واقع کتبی هستند که شگردها یا تمهیدهای ادبی رو به ما معرفی میکنن، تعریفی از اونها به دست میدن و اقسامش رو ذکر میکنن. ولی این خیلی فرق داره با سنتی که در غرب بهش میگیم نقد ادبی و از دل نظریه‌هایی برآمده که من عرض کردم در واقع ریشش برمیگرده به فلسفه یونان باستان. خب این نسبتی که آقای دکتر برقرار، منم بهش اعتقاد دارم که ببینید به هر حال دنیای مدرن تونست به ما این امکان رو یا به انسان قدیم امکان رو بده که مفروضات بنیادین در مورد همه چیز رو یک بار دیگه از اساس به چالش بکشه. چون ارتباط هایی که در گذشته تعریف شده بود بین انسان با دنیای ماوراء طبیعه، بین انسان با طبیعت، بین انسانها با همدیگه اینها دگرگون شد تحت تاثیر توسعه فناوری‌ها و تکنولوژی. امکانی که انسان پیدا کرد برای تسلط بر طبیعت و کنترل طبیعت، امکانی که انسان پیدا کرد برای اینکه بتونه بر پایه عقل خود، بنیاد خودش، به مدیریت ساماندهی زندگی اجتماعی پردازه و اینکه توانست برخی از سازوکارها و طرز عمل جهان هستی رو کشف بکنه، قوانین در علوم طبیعی، در حوزه فیزیک و علوم دیگه به دست می آورد. اینها به انسان یک به اصطلاح بینش و نگرش متفاوتی میداد و دیگه نمیتونست بر اساس اون مبانی پیشین اون قرائت هایی که از هر چیزی رو داره رو بپذیره. به همین دلیل خب اونجا نقد به قول دکتر یک وضعیت کریتیکال بحرانی به وجود آورده بود. انسان در موقعیت انتقادی قرار گرفته بود، موقعیت و فضایی که نقد ایجاب میکرد. در این حال حتی به زمان، حالا من بیشتر بوده اجتماعی هم بخوام نگاه کنم، که حتی زمان میاد جلو فرآیندهای دیگه‌ای شکل می‌گیره که اینا کمک می‌کنه. یکیش مثلا رشد توسعه عقلانیت هست، چیزی که ماکس وبر خیلی برای تاکید می‌کرد به عنوان شاخص اصلی دنیای مدرن. خب عقلانیت و خرد این امکان رو فراهم می‌کنه که ما چون چرا بکنیم، ما با معیار عقل و با معیار دانش بسنجیم امور رو. این ویژگی انسان مدرن هست که میخواد همه چیز رو عقلانی بکنه و عقلانیت به مسئله که رشنالیزیشن به مسئله که فرآیند اصلی دنیا هست. یا عقل نقادی مستلزم یک فضای آزادم هست، فضایی که امکان به چالش کشیدن و به چالش کشیده شدن رو فراهم بکنه. این چیزی که فرآیند دموکراتیزیشن یا دموکراتیک شدن زمینش رو فراهم میکرد، آزادی بیان، حقوق بشر و جایگاهی که هر فرد پیدا می‌کرد در این عالم. خب با توسعه دموکراسی ها، نظام های سیاسی دموکراتیک، آزادی بیان، آزادی اجتماعات علمی، آزادی در به اصطلاح پیجویی خواسته ها، ابراز و سلف اکسپرس کردن، خود را ابراز کردن، توسعه فعالیت‌ها رو فراهم می‌کرد. در این حال این فضایی که کل سنت یا اون ساختارهای پیشین و قوام و دوام یافته سنت میتونست به چالش کشیده بشه توسط دستاوردهای جدید و فضاهای جدید، چیزی که تحت دیترادیشنالیزیشن سنت گرایی ازش نام میبرن، یعنی فضای سنت گرایی کردن، فرایند سنت گرایی کردن. نمیخوام بگم لزوما منسوخ کردن سنت، بلکه به چالش کشیدن سنت رو بیشتر نام ببریم. بنابراین فرآیندهای عقلانیت، سنت زدایی کردن یا به اصطلاح به چالش کشیدن سنت، دموکراتیک شدن و توسعه دموکراسی و شاید بشه گفت همه اینها مهمتر فضای نهادی شدن سازوکارهای تولید عقل و تولید نقد در قالب دانشگاه و نهادهای آموزشی جدید و نهادهای هنری جدید ایجاد میکرد. یعنی اون چیزی که بهش میگیم توسعه فرهنگی، بعضن دانشگاه‌ها، انجمن‌ها، فرهنگسراها، خانه‌های فرهنگ، مطبوعات، رسانه‌ها بعدها به تدریج بهش اضافه میشه، چیزهایی که نهادهای تولید عقل، ترویج عقل و طبعاً تولید ترویج نقد و نقادیت هست. اینها دست به دست هم میدن و مجموعاً محیطی فراهم میکنن که امکان نقد فراهم بشه. میخوام این رو تاکید بکنم که به هر حال دنیای مدرن یک نقطه عطف بوده، اگرچه نقطه شما هم به نظر معقوله که به هر حال یک سنت‌های پیشینی وجود داشته، ما از صفر قطعا شروع نکردیم، ولی این فضای جدید تفاوت‌هایی رو ایجاد میکنه. حالا من میخوام به همون بحث فلسفه‌ای که آقای دکتر خیلی با بنیان خوبی رو نهادن، اینکه به هر حال اندیشه انتقادی رو هم انباشته شد تو این 200 سال اخیر تا رسید به قرن 20 در واقع، حالا از حوزه‌های مختلف تا رسید به اینجا. توی جامعه ما اگه بخوایم نگاه بکنیم، فکر می‌کنم آقای دکتر با همین معیار مدرنیته و تحولاتش و اون ساختارهای معرفتی که ایجاد کرد، چجوری می‌تونیم توی 100 سال اخیر با اون نگاه تاریخی هم که با شما داشتیم فضای نقد رو و جایگاه نقد رو ارزیابی بکنیم؟ اجازه بدید در ادامه بحثی که عرض کردم این نکته را هم اضافه بکنم و به مطلبتون برگردم که کلاً از زمینه‌های دیگر برای پیدایش فرهنگ نقد ظهور آدمی است به عنوان سوژه، به عنوان سابجکت. و می‌دانیم که یونانیان معتقد به سوبژکتیویته نبودند. در واقع تفکر یونان رو مناسبتی است با سابجکتیتی و سابجکتیتی غیر از سابجکتیویتیه. سابجکتیویتی مال دوره جدیده. سوژه شدن انسان و ظهور او به عنوان فاعل شناسنده مربوط به دوره جدیده. و این هم به نام ابژه شناخت، چیزی که فوکو ازش نام می‌بره. سال 1800 سال تولد انسانه. بله. که انسان به خودش می‌پردازه. بله، سوژه ابژه میشه. همینطور از طرف دیگر همینطور که در فرمایش اخیرتون بود، مسئله نظام سیاسی در یک کشور و غلبه یا عدم غلبه تفکر سیاسی نیز با ظهور نقد مناسبت داره. یعنی نقد اونجا ظهور میکنه که آدمی خودش رو در واقع به یک معنا آزاد ببینه و از همه اوتوریته ها آزاد ببینه، هم اوتوریته های دینی و هم اوتوریته های سیاسی. من البته شخصا چنین نیست که خودم را از اوتوریته های دینی جدا بدونم یا آزاد بدونم، ولی کلا دارم مسئله رو بیان میکنم. بنابراین اگر بخوایم سخن رو خلاصه بکنیم، ظهور آدمی به عنوان سوژه، ظهور تلقی تاریخی جدید، یعنی اون چیزی که از اون تعبیر میکنیم به هیستوریسیسم، ظهور فلسفه، فیلسوفی و بست آن، و همچنین پیدایش دیسکورس و آزادی ها، انواع آزادی های سیاسی، آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی عقیده، آزادی، همه اینها یک مجموعه ای رو پدید میارن که اون مجموعه راه به نقد و نقادی میگشاد. اما آیا این خوبه؟ خوبه که پرسش این است که فرهنگ نقد خوبه آیا در یک کشوری پا بگیره؟ سوال عجیبی است، فوق‌العاده عجیبه. یعنی کسی پرسش میکنه از خوبی نقد. به نظرم میرسه که اگر کسی بله مختصر بهره ای از عقل طبیعی داشته باشه، حق نداره چنین پرسشی بکنه. ولی بنده ملاحظه ای دارم که این پرسش رو میکنم. من معتقدم که فرهنگ ما که اشاره کردید در این 100 سال اخیر فرهنگ خاصی است. ما مدرنیته خودمون رو داریم، تجربه میکنیم، و این مدرنیته لزوما مدرنیته غربی نیست. ما فرهنگ گوشیم، نه فرهنگ چشم. ما گوش استماع نهادیم بر آنچه بزرگان فرمودند. ما وحی رو مناسبتی است با گوش. بنابراین اون نقد و اون سنت نقادی که از آن ماست غیر از اون سنت نقادی است که از آن غربی هاست. من مختصر کنم و خلاصه کنم، همینطور که ما از جمع میان سنت و مدرنیته، ترادیسیون و مدرنیته سخن به میان میاریم، بایستی از جمع میان نقادی و اون گوش استماع هم به میان بیاریم. یعنی نقادی ما یک صورت خاصی از نقادی، اگر روزی پا بگیره، نقادی ما نقادی ماست، یعنی پا نگرفته، نقادی وارداتی نیست که بخوایم از غرب واردش کنیم. اون نقادی است که در این حال ما رو از اون خرد نیوشا، عقلی که راتیو نیست، شما تعبیر ماکس وبر رو به کار بردید و رشنالیتی او رو، عقلی که راتیو نیست، عقلی که ما عبد به رحمانه، العقل ما عبد به رحمان وقتس و به جلال، بین این عقل یعنی نقادی و سنت نقادی که در این عقل استواره نه بر راتیو، چنین چیزی رو باید منتظر باشیم. خواهده که اگه اینجوری باشه که ما هنوز سنت نقادی خودمون نداریم. من وقتی که به تاریخ 50 سال اخیر خودمون برمیگردم خیلی نشانه هایی میبینم و نمونه هایی میشناسم از این که با همون وضعیتی که قبل تجربه کرد ما هم تجربه کردیم. یعنی ما هم در یه دوره های وضعیت کریتیکال بحرانی پیدا کردیم و پرسش های بنیادی در مورد هستی و چیستی خودمون ارائه کردیم. میخوام برگردم به سالهای نیمه اول قرن 20 و اواسط قرن 19، اواسط اون دورانی که روشنفکرانی مثل تالبوف یا آخوندزاده یا ملکم خان این بحث رو در مورد هویت ایرانی مطرح کردند و اینکه ایرانی چیست و چیست. وقتی که ما اولین مواجهه ها رو با دنیای غرب، با انقلاب صنعتی و به خصوص با ناسیونالیسم اروپایی پیدا کردیم، ناسیونالیسمی که در اون نیمه اول قرن 19 خیلی مشترکاتی با ما میدید، چرا که این احساس داشت که نژاد هند اروپایی و زبان هند اروپایی برمیگرده به نژاد آریایی و زبان سانسکریت که خیلی با ما مشترکه. به همین دلیل خیلی از شناسان اروپایی وارد ایران شدند، اوستا به زبان فرانسوی و اروپایی ترجمه شد و این ایده شکل گرفت که و قرائت از تاریخ ایران ارائه شد و این ایده شکل گرفت که ایران به اصطلاح زادگاه و خاستگاه اولیه اون تجربه بود که دنیای مدرن داره اون رو تجربه میکنه و ما پاره از این وجود هستیم و طبیعتا در بین روشنفکران و فعالان سیاسی قرن 19 ایران گرایش شدیدی پیدا شد به ناسیونالیسم اروپایی با همون ویژگی هایی که مدرنیته غربی داشت و یکی از ارکانش همین بود که به هر حال تفکر دینی و مذهبی رو و فرهنگ دینی و مذهبی رو در جامعه ایران یک جورایی تو پرانتز میذاشت و ما رو در واقع با یک ناسیونالیسم رومانتیک که به ایران قبل از اسلام موکول و ارجاع میداد آشنا کرد و اینجا در واقع بحث سه فرهنگ شکل گرفت، هویت ملی، هویت مذهبی و هویت مدرن، و سه فرهنگ ملی، مذهبی، مدرن به وجود اومد و در اینجا پرسش‌های اساسی درباره چیستی ایرانی شکل گرفت که از جنس انتقادی بود و اتفاقاً بازنمودهای گسترده تو حوزه ادبیات هم داشت، یعنی بلایای سیاسی منجر به انقلاب مشروطه شد و محصولاتی که تو حوزه ادبیات ایجاد میکرد هم توی شعر انتقادی بود، هم زبان فارسی از اون زبان دوره نادره و به اصطلاح زبان درباری ساده تر و معطوف زبان مردم، زبان محاوره شد، هم محتوای ادبیات ما تغییر کرد به سوی مسائل اجتماعی، زندگی روزمره، باورهای عامیانه و امثال اینها و هم این که اصلا حتی نقد هم شکل گرفت. یعنی افراد مثل آخوندزاده رساله های درباره نقد نوشتن، اهمیت نقاشی رو مورد توجه قرار دادن و بعدها روشنفکران دیگهمون سفرنامه های مثلا کتاب جنون آبادین مراغی، سیاحتنامه ابراهیم بیگ و امثال اینها میخوام اینو بگم، اینجا شروع شد و بعد با تأسیس دانشگاه تهران و نهادهای علمی جدید، گرچه قبل از این دارالفنون هم به وجود اومده بود، هم دارالفنون بیشتر تعریف خودش رو انتقال دانش و فنون جدید میدونست تا چیز اینها. میخوام بگم این تجربه رو ما داشتیم تا هی به تدریج توسعه پیدا کرد رسید به امروز. آیا میتونیم بگیم که واقعا ما هنوز هیچ سنت نقادی رو تجربه نکردیم و نداریم با توجه به این تجربه یا نه؟ که من تصور میکنم ما اینجا هم یک نوع اندیشه های انتقادی رو داریم، هم متوجه اهمیت نقد و نقادی شدیم که همین میزگر هم در واقع که نشانه های همون هست اینها. حالا در خدمت شما هستم. من با شما موافقم که در واقع مشروطه رو به یک اعتبار میشود جنبشی سیاسی و فرهنگی تعبیر کرد که در اون برای اولین بار ما ایرانیان مواجهه‌ای سعی کردیم با مدرنیته داشته باشیم و لزوم مدرنیته، و سعی کردیم که نهادهای مدرن رو در کشور استقرار بدیم، نهادهای آموزشی از قبیل آنچه شما بهش اشاره کردید، نهادهای سیاسی از قبیل مجلس، پاسخگو قلمداد کردن حاکمیت در برابر آحاد ملت، تهدید کردن، به مقصودم محدود کردن، تهدید با هی جیمی در واقع محدود کردن قدرت پادشاه و اختیار دادن به نمایندگان مردم. همه اینها در واقع نشانه هایی هستند از میل کردن به سمت مدرنیته، تفکر و البته مواجه شدن با مدرنیته مستلزم تفکر انتقادی است. من فکر میکنم معطوف شدن ادبیات مدرن ما، آنچه که کلا حالا به نام ادبیات معاصر ازش نام میبرم، ولی شاید بهتر باشه بگیم ادبیات مدرن، به این مفهوم که معطوف رو مسائل جدید هستش، عطف توجه در متون ادبی مدرن ما به مسائل روزمره از قبیل اینکه حاکمان رفتارشون دقیقاً با ملت چیه، خواسته های ملت چیه و یا دشواری های زندگی، عوض شدن محتوای این متون و به تبع اون عوض شدن زبانش از یک زبان فاخرانه به زبانی که قابل فهم بود برای خوانندگان عامتری، حکایت از این داره که پرسش های جدیدی در ذهن ایرانیان در حال شکل گرفتن بود که کاملا همخوان هست با این تغییر تاریخی. اتفاقا حالا من میخوام برگردم به صحبت جناب آقای دکتر ریختگران، میخوام بگم که بله، اشاره شما به مدرنیته در غرب و اینکه اساسا این فلسفه‌ای که معطوف به نقده در حدود زمانی اون شکلگیری مدرنیته در غرب هستش، فهم میگذاره بر این دیدگاه که بازاندیشی، بازنگری درباره جایگاه انسان در کائنات، شأن انسان و اینکه انسان چگونه باید زندگی بکنه، از چه مواهبی باید برخوردار باشه، شالوده دوره رنسانسه. رنسانس یه جور همچنان که از واژه‌اش برمیاد زایش مجدد انسان بود. هیوم و دکارت و کلا اندیشه فلسفی قرن 18 هم به خصوص نمیتوانست به وجود بیاید مگر اینکه شالوده هاش رو رنسانس براش فراهم کرده باشه. این تفکر که انسان باید فائق بیاد بر طبیعت، مهنت نباید باشه، بر درد، طب باید بتونه بر درد فائق بیاد، سیل نباید انقدر انسان بکشه، زلزله نباید انسان بکشه، باید انسان بتونه بر این بلایای طبیعی فائق بشه، آرمانهایی که ریشه در رنسانس داره. عقلانیت قرن 18 هم خیلی کمک کرد به تحقق اون آرمان ها به سبب اینکه احتجاج، چون کردن، بازنگری نقادانه رو به یک مسئله مهم تبدیل کرد. و البته در نقد ادبی هم همینجوری که ما از دوره رنسانس بعد هر چقدر به قرن 20 در واقع نزدیک میشیم داریم میل میکنیم به سمتی که طیف وسیعی از نظریه های نقادانه شکل بگیره. در واقع من میتونم اینجور بگم که از قرن 16 تا حدود اواخر قرن 19 البته نظریه های مختلفی هی شکل گرفت در نقد ادبی، اما قرن بیستم دیگه یک نقطه عطف بود در تکامل ملت. یعنی شما ساختارگرایی، فرمالیسم روسی، نقد فمینیستی، نقد روانکاوانه، نقد نشانه شناختی، انواع این نظریه ها رو دارید که در کنار هم دیگه بدون اینکه همدیگه رو کاملا حذف بکنن، بلکه فقط با چند و چون کردن در گزاره های اساسی هم دیگه تونستن پا بگن. این ماحصل اندیشه‌ایه که برمیگرده البته به دوره رنسانس و البته بعد از اون به وجود آمدن مدرنیته و نهادهای اجتماعی و فرهنگی مدرنیته. خب فرصتمون برای این جلسه به پایان رسیده و فکر می‌کنم که تونستیم یک پیش درآمد و مقدمه خوبی راجع به چیستی نقد و یک نگاه تاریخی همچنین به اون داشته باشیم. صحبت ما از این بود که نقد چیست، اهمیت نقد کدوم هست، زمینه‌های اجتماعی و معرفتی که امکان نقد و تفکر انتقادی رو فراهم می‌کنه کدوم هست و اینکه به هر حال دنیای مدرن به نوعی با تولید نخودآگاهی تاریخی، توجه به تاریخی‌گری، توجه به سوژه، انسان به مثابه فعال شناسایی، همچنین انسان به مثابه ابژه شناخت و همچنین مجموعه فرآیندهای دموکراتیک شدن، عقلانی شدن، فرآیندهایی که منجر به نهادینه شدن عقلانیت، دانشگاه، آموزش پرورش، مدرسه و نهادهای دیگه، توسعه و گسترش ابزارهایی که امکان تولید و ترویج نقد رو فراهم می‌کرد، رسانه‌ها، مطبوعات، فضا و عرصه عمومی که امکان گفتگوی عمومی رو فراهم می‌کرد و شاید از همه اینها مهمتر فرایند بازاندیشی و بازاندیشی انتقادی مستمر نسبت به خود، تحول در روابط انسان با محیط، با جهان هستی و با خود او و تغییر و به اصطلاح چالش‌هایی که در حوزه هویت چیستی انسان به وجود میاد، همه اینها زمینه‌هایی شد که امکان نقد و نقادی رو فراهم کرد و ما توی این گفتگو اینها پرداختیم. همچنین اشاره‌ای هم داشتیم به اینکه وضعیت نقد و نقادی در جامعه ما چگونه هست، چالش‌هایی که با اون مواجه هست رو توضیح اشاره کردیم. امیدوارم که در جلسه آینده بیشتر به بحث در مورد ایران بپردازیم، از این نگاه تاریخی بازداشتیم به بخش از ابعاد اون و همچنین این بحث که ما چگونه میتونیم فرهنگ نقد رو ارتقا بدیم، راهبردها و راهکارهایی که برای توسعه فرهنگ نقد در جامعه ما هست چیا هست، چه زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و همچنین زمینه‌های معرفتی برای توسعه اون وجود داره. انشاءالله که در جلسه آینده همین بحث رو ادامه خواهیم داد و به این پرسش‌ها هم خواهیم پرداخت. موفق و مؤید باشیم. با سپاس از حضورتون و همچنین تشکر از شما، همگی شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.